با درود به همه بینندگان خبر و آن سوی خبر در تلویزیون ایران فردا. بازم بنده در خدمتتون هستم. عرض کردم چند روزی ما را تحمل کنید و بعد آن سوی خبر و خبر به شکل تازه ارائه خواهد شد. سایت صلح نیوز، عجب اسمای قشنگی، صلح نیوز، خب میشد اخبار صلح قشنگتر نبود. به هر حال، به نقل از یک مقام ارشد اردوگاه خاتم الانبیا با اشاره به آغاز حذف سپاه از پروژه های عمرانی از سوی دولت 11 نسبت به ادامه این سیاست هشدار داد. معمولا نظامی ها هشدار رو میدن و بعد تفنگ رو بالا میبرن. این سایت به نقل از مقامی که نامش فاش نشده و معمولا نام این مقام ها هرگز فاش نمیشه، در جریان قطعه زنجیره‌ای هم قرار بود نام مقام های تصمیم گیرنده و اجرا کننده فاش نشود. گفته دولت 11 خلع ید مؤسسات مهندسی وابسته به سپاه از پروژه های عمرانی کشور را کلید زده است. یک پروژهش پارس جنوبی بود که 6 مرحله را دادن به سپاه و او داد به یک شرکت دیگه وابسته به خودش و سرانجام هم کاری انجام نشد. این مقام گفت خارج کردن سپاه از پروژه های نفتی و گازی عسلویه آغاز شده و گفته می شود وزارت نیرو هم در صدد حذف سپاه از این پروژه ها خیز برداشته است. 200 متره. این مقام قرارگاه خاتم الانبیا از آقای حسن روحانی خواست با این پدیده مقابله کند و هشدار داد در صورتی که در صورت حذف سپاه در روند اجرای پروژه های عمرانی اخلال خواهد شد. اخلال خواهیم کرد، این معنا بهتر. قرارگاه خاتم الانبیا سپاه هزاران پروژه عمرانی در اختیار دارد که ارزش آنها بیش از 10 میلیارد تومان است. این قرارگاه با کنار زدن پیمانکاران و بخش خصوصی در اقتصاد صدها پروژه سودآور از دولت سابق دریافت کرده بود. 25 شهریور نیز حسن روحانی در دیدار با فرماندهان سپاه از آنها دعوت کرد با بر عهده گرفتن چند پروژه ملی دولت را در زمینه مقابله با تحریم‌ها، گرانی و قاچاق یاری کند. خبر دیگری داریم که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده از پروژه آب سنگین عراق دیدن خواهند کرد. پاسخ مثبت جمهوری اسلامی به درخواست آژانس عملاً باعث شد که روز یک شنبه آژانس اعلام بکنه که بازرسانش از سایت آب سنگین عراق دیدن میکنه. به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت عنوان چارچوب همکاری در آبان ماه گذشته این توافق صورت گرفت. بازرسان 16 آذر وارد تهران میشن و یک روز بعد به عراق خواهند رفت و جلسه ای هم با حضور مسئولان آژانس انرژی اتمی و مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران برگزار خواهد شد. خانم ابتکار، خواهر مریم یا مری، در جریان خط امامی ها و اشغال سفارت آمریکا امروز معاون رئیس جمهوری در محیط زیست است. ایشون گفتن دولت آقای احمدی نژاد به تعهدات و تکالیف خود برای ارتقاء محیط زیست و استانداردهای سوخت و خود رو عمل نکرده است. خیلی طبیعی است وقتی بعد از تحریم بنزین ها بنزین های رو با لید بسیار زیاد، با سرب سنگین در کارخانه های پتروشیمی تولید میکردن، فضای شهرها آلوده بود، صدها بار آلوده تر شد. خانم ابتکار درباره کیفیت بنزین گفته در حال حاضر هیچ کدام از استانداردهای ما به طور کامل اجرا نمی شود. دولت 11 بران است و این قول را از وزرای نفت و صنعت و تجارت و معدن گرفته که نسبت به ارتقای استانداردهای محیط زیست با یک زمانبندی مشخص اقدام کند. ابتکار گفته قطعا در موضوع آلودگی هوا، موضوع کیفیت سوخت خودرو جزء برنامه‌های دولت در زمینه کاهش از آلودگی هواست که روزانه تعدادی از هموطنان ما رو به قتل میرسونه و عنوان قتل باید به این داد. عده‌ای هم دچار بیماری‌های
تنفسی میشن. آسم در ایران بیداد میکنه، برای این پارازیت هایی را هم که برای ماهواره ها میفرستن اونم باید اضافه کرد، اشعه مایکروویو. آقای هاشمی رفسنجانی هر از گاه صحبتی میکنن که پس پرده رو هم یه مقدار نشون میده، اما امروز حرفی زدن که خیلی جالبه. ایشون گفتن با اشاره به توافق هسته‌ای 5 به اضافه 1 ژنو، دنیا فهمید که باید با ایران کار کنه. دنیا دیرگاهی بود فهمیده بود باید با ایران کار کند، این ایران بود که یا جمهوری اسلامی بود که متوجه نشده بود باید با دنیا کار کرد، باید تعامل کرد. وبسایت آقای هاشمی میگه رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در دیدار با شماری از دانشجویان به عکس العمل‌های منفی علیه توافق ژنو اشاره کردند و گفتن وقتی رهبری نظام از تیم مذاکره کننده و دولت تشکر می‌کند، افراطیون با بوق‌های در اختیار فضا را بی آنکه خود بخوانند به نفع صهیونیست ها آلوده می‌کنند. اشاره به حسین شریعت‌مداری، نماینده ولی فقیه و مدیر کیهان و دیگرانی از قماش او. هاشمی گفت فضای بعد از انتخابات در بعد داخلی و خارجی سرشار از عقلانیت بود. در این شرایط ابرهای تهدید و ارعاب از فضای ایران رفت و این باعث عصبانیت اسرائیل شرور و عوامل آنها شده است. هاشمی به روزهای قبل از نامنویسی انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت من تصمیم داشتم برای تغییر شیوه اداره اجرایی کشور بیام ثبت نام کنم و اتفاقات پس از آن به این تصمیم آنها عمومیت بیشتری بخشید. مردمی که تصمیم گرفته بودن، اتفاقاتی که بند افتاد، خب مردم رو بیشتر مصمم کرد برای ایجاد این تغییر با اراده سنگین بایستند و نظر خود رو محقق سازند. صمد خطیبی، هنرمند و فیلمساز ساکن هلند، در فرودگاه بازداشت شد. آقای خطیبی هم از کسانی بود که فضای بعد از انتخابات رو باور کرد. زیاد توجه نداشت که 125 نفر اعدام شدن، تعداد زیادی رو دستگیر کردن. همین دیروز 4 عرب ایرانی فرزند خوزستان اعدام شدن بدون هیچ گناهی و ایشون به ایران رفت. 10 روز پیش در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. وسایلشو بردن، کامپیوترشو، دوربینشو. آقای خطیبی در ایران داشت کار میکرد در دوران انتخابات و مبارزات انتخاباتی دوربین ایشون حضور داشت و بعد به هلند رفت، فیلمهای رو منتشر کرد و از انتخاب تمام فیلمها مثبت بود، یعنی چیزی نبود که اینا بتونن بهش گیر بدن و بهانه بیان. در حال دستگیرش کردن، پدر ایشون گفته که از خانوادهش خواستن که خبر بازداشت وی رو به جایی ندن. اینم شیوه ایست که وزارت اطلاعات معمولا با خانواده ها میکنه. بعضی وقتا بچه هایی رو میگیرن، جوانانی رو میگیرن و ماها خانواده هاشون سکوت میکنه به این امید که سکوتشون به آزادی اونها منجر شه، در حالی که بچه هایی که در زندان بودن میگوین هر بار درباره ما سر و صدا کردید شما در بیرون، تأثیر مثبتی بر ما در داخل داشت و اینها رو یه مقدار متوجه میکرد که ما بی کس و بی پناه نیستیم. پدر سعید آبدینی هم از وضع سلامتی پسرش ابراز نگرانی کرده. آقای سعید آبدینی کشیشی ایرانی آمریکایی است که از مدت‌ها قبل در زندان هست در رجایی شهر کرج. حالش رو به وخامت گذاشته، اعتصاب غذا کرد. بعد پدر با افسردگی به دیدار فرزند رفته، گفته نحیف شده بود و به علت عدم رعایت اصول بهداشتی در زندان سراپای او را شپش گرفته بود. سعید آبدینی 1 ماه پیش به زندان رجایی شهر و بندی که در آن قاتلان نگهداری می‌شوند منتقل شد و این دومین بار است که پدر او اجازه دیدار با فرزند را پیدا کرد. مرکز آمریکایی قانون عدالت که برای آزادی سعید آبدینی تلاش می‌کنه این مطلب رو به خبرگزاری رویتر گفته که پدر آقای آبدینی روز دوشنبه با پسرش ملاقات کرد. سعید آبدینی نوکشیش مسیحی است که در مهر 91 در ایران
بازداشت شد یک سال و یک ماه و پس از آن اتهام تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی اتهامی به او وارد شد و دستگاه قضایی رو به 8 سال زندان محکوم کرد. خیلی جالبه، یه آدمی بر پایه باورهاش، اعتقاداتش، مطالعاتش دینی رو برمیگزینه. من میخوام وارد این دین بشم. به او میگوین این امنیت ملی رو به خطر میندازه. اگر تو عیسی ابن مریم رو که در قرآن اون طور ازش ستایش شده اعتبار بهش دادن، اگر تو او رو باور کنی، سعی کنی به تعالیم او که تشویق به انسان دوستی و عدم انتقام و رأفت و مهربانی و جود و بخشش است، به اون عمل بکنی، امنیت ملی سید علی خامنه ای و حکومتش رو به هم خواهی زد. بنابراین میبریمت زندان، محکومت میکنیم، سالهای زیبای جوانی تو باید در زندان بگذرانی. خیلی خبر خوشی من شنیدم که آقای رهبر از ریاست دانشگاه تهران رفت. دوران ریاست آقای رهبر دوران سیاهی بود. وقتی ایشون اومد گفتن خب، ایشون یه مرد اقتصاددانه، اون سازمان تشکیلات و یه جای سازمان برنامه بود جو اومده بود سرپرستی میکنه، قبلا معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده در دوران آقای رفسنجانی، یعنی سیاه‌ترین دوران وزارت اطلاعات که آقای فلاحیان وزارت رو بر عهده داشت. ایشون دانشجوها رو ستاره دار کرد. ایشون کسی بود که در جریان تظاهرات دانشجویان از نیروهای امنیتی خواست وارد دانشگاه بشن. آقای رهبر 31مین رئیس دانشگاه تهران بود. البته رؤسایی داشتیم مثل دکتر فرهاد، دکتر سیاسی، مثل دکتر علی خانی، مثل پروفسور رضا. اینا رو نباید مقایسه بکنیم با آقای رهبر و با اینها. هیچ وقت اینا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. ولی در هر حال از احمدی نژاد در سال اسفند 91 خواست او رو برکنار بکنه، اما نتونست. او رو به سیاست زدگی غیر علمی و امنیتی متهم کرد و البته برخی از دانشجوها اون زمان گفتن آقای احمدی نژاد بازی میکنه، اون داره این کار رو میکنه برای اینکه در انتخابات برای خودش رأی جمع بکنه. به هر حال او رفت و کسی که جای او رو گرفته آقای رحیمیان هست. آقای رحیمیان در شهرضا به دنیا آمده، شهری نزدیک اصفهان، و ایشون تحصیلات خودش رو در دانشکده فنی دانشگاه تهران به پایان رسانده و پس از آن به فرانسه رفته و ایشون در فرانسه مهندسی راه و ساختمان رو خونده از مدرسه پل و راه فرانسه. سال 1364 رحیمیان به ایران بازگشت و در مقام استاد و استاد سرشناس به تدریس در دانشکده فنی مشغول شد و بعد عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه فنی بود و سپس مقام معاونت پژوهشی دانشگاه تهران را عهده‌دار شد. بنابراین ایشون یک دانشگاهی است که در مقام ریاست دانشگاه انتخاب میشه. قبلا جای دکتر میرزاده به ریاست دانشگاه آزاد انتخاب شد به جای آقای دانشجو اخوی کامران خان، که اینها به هر حال با احمدی نژاد آمدند و با احمدی نژاد محو شد. خبر دیگری که قائم مقام سازمان پزشکی قانونی اشاره کرده، گفته در 7 ماه امسال، نخست امسال، 397 مورد مرگ ناشی از مصرف قرص برنج به ثبت رسیده. نسل ما این چیزا رو نمیدونه، برنج رو نمیدونم، اکستسی و قرصهای روانگردانی که مصرف میشه و بعضا انسان رو از حالت انسانی خارج میکنه، تا جایی که اون جنایت بزرگ در ایران اتفاق افتاد که 4 جوان که از این نوع قرصا مصرف کردن، یک کودک رو به این هوا که گوسفندیس بردن سر بریدن و کبابش کردن، و اینها همه در ایران اتفاق میفته. عبدالرزاق برزگر گفته عرضه قرص برنج از سال گذشته در داروخانه ها و عطاری ها ممنوع شده است. جالبه، در داروخانه و عطاری هم بوده
و مردم باید آگاهی لازم در رابطه با اثرات مرگبار این ماده شیمیایی را بدانند. نیست شما خیلی برنامه‌های آگاهی دهنده پخش میکنین از صدا و سیماتون؟ ایشون گفته که از ابتدای سال تا کنون 3 تن در استان بر اثر خوردن قرص بدن جان خود را از دست داده اند و بعد خیلی از خانواده ها از خطرات این قرص آگاه نیستند. خیلی طبیعی است، درسته. آقای برزگر به راه اندازی بانک ژنتیک در سازمان پزشکی قانونی و ادارات تابعه اشاره کرده و گفته این موضوع در برنامه 5 توسعه گنجانده شده و قوه قضاییه با همکاری های بخش های مختلف این طرح را به اجرا در خواهد آورد. مجلس هم یک گزارش منتشر کرده راجع به این سازمان تامین اجتماعی. عجب سازمان. این رو سپردن با آقای سعید مرتضوی و اون گندکاری ها بیرون اومد. هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با حذف نام 38 نماینده روز گذشته در صحنه اصلی مجلس گزارشش قرائت شد. اسم نمایندگان را برداشتن. به ده ها مورد تخلف در سازمان اشاره شد در دوران آقای مرتضوی، کسی که به برکت پابوسی مقام رهبری به مقام قاضی رسید، اون مقام ارزشمندی که معمولا کسی قاضی میشد سن دیگه بالای 50 سال. اهدای کارت های هدیه به مبالغ نجومی، عقد قراردادهای 4 میلیارد یورویی با یکی از شرکت های متعلق به بابک زنجانی، استخدام های بی ضابطه و هزینه های هنکفت از مهمترین محورهای گزارش مجلس بود. کمالدین پیرمؤذن عضو کمیسیون صنایع و معادن پس از قرائت این گزارش اعلام کرد نام 38 نماینده که مورد عنایت غیرقانونی رئیس سازمان قرار گرفتن از این گزارش حذف شده است. پیرمؤذن هیچ نامی از این نمایندگان نبرد، اما گفته این همه انرژی صرف انجام تحقیق و تفحص ها می شود، بنابراین امیدوار است که عدالت رعایت شود. محمد حسین دهدشتی یک عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در یک نشست خبری جزئیاتی از تخلفات منتشر کرد. گفت در 178 شرکت زیر مجموعه 60 حدود 4100 جایگاه عضو هیئت مدیره و مدیر عامل وجود داشته، تنها در اختیار 1500 نفر بوده. ملاحظه می‌فهمید؟ تشکیلاتی که جایگاه مدیر و مدیر عامل و هیئت مدیره 4100 جایگاه بود و حالا میگن آنچه که مشاهده کرده فقط 1500 تا جایگاه داشتن. حالا تو خود این چقدر زیاده؟ بقیه به اسم مدیر کل، معاون مدیر کل، عضو هیئت مدیره پولهای کلان میگرفتن. یه نماینده دیدم رقم نجومی 330 میلیون تومان رو به عنوان هدیه دریافت کرده بود از آقای سعید مرتضوی تا در مجلس راجع به او حرفی نزن. دهتشتی گفته سازمان تامین به 37 نماینده مجلس 130 میلیون تومان هدیه داده است. حالا اون یه موردش که من بهتون گفتم مورد خیلی بالاتری است. بعد از پایان قرائت نمایندگان مجلس با ارسال تخلفات سازمان تامین اجتماعی به قوه قضاییه موافقت کرد. یعنی پرونده رفت دست قوه قضاییه. اونجا هم که میدونیم اوضاع چه خبره. حالا البته آقای سعید مرتضوی روابط خیلی خوش و خوبی با لاریجانی ها ندارن، چون یکی از اخوان لاریجانی رو ضبط کردن در هنگامی که تقاضای رشوه و در واقع جایزه داشت. بله، آقای ترکان، اکبر ترکان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. آقای ترکان وزیریش با سابقه، در وزارت دفاع بوده، در وزارت راه بوده، الان هم مشاور ارشد رئیس جمهوری است و مسئول مناطق آزاد. وبسایت عصر ایران نامه‌ای رو منتشر کرده باز از یک ناشناس که گفته بوده من در اون تشکیلات بودم و گفته که آقای اکبر ترکان مشاور عالی روحانی و دبیر شورای مناطق آزاد گفته عمل کردش در مدت کوتاه در مسئولیت مناطق آزاد
که در دولت سابق به دلیل رابطه سالاری به جای شایسته سالاری و انواع و اقسام راندخاری به حق به حیات خلوت دولت سابق تشبیه می شد، ایشون هم کارهای نادرستی کرده و موجب نگرانی شد. این نویسنده ناشناس که می تونه اون مدیر سایت باشه، به برخی از انتقادات خود درباره عزل و نصب های ترکان اشاره کرده و گفته انتصاب یک مدیر رده سوم شهرداری تهران به سمت عالی در منطقه آزاد کیش با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی، خب میگه وقتی که یه همچه کسی رو میذارید این دلیل بر اینه که شایسته سالاری کنار گذاشته نشده. بر همان روال است، همه گفت آدم ها عوض میشن ولی ماجرا همان است. یک بار حکایتی شد در مجلس شورای ملی، مرحوم سید ضیاءالدین در پشت سر نشسته بود، زندیات دکتر محمد مصدق هم در جلو، و دکتر مصدق عینکش رو گم کرد. سید ضیاءالدین عینک رو دراز کرد و به او داد و دکتر مصدق بر چشم گذاشت و نگاه کرد، گفت عجب خوب میبینم. یکی از روزنامه نگاران که آنجا بود گفت بله، همه شما خوب میبینید از پشت یک عینک، این ما هستیم که عینک هامون عیب داره و کج و کله میبینیم. نویسنده نامه گفته که انتصاب یک مدیر به هر حال، بعد گفته انتصاب فردی با مسائل و سوابق خاص به دلایلی که خود میدانید که در تریبون های عمومی قابل تحلیل نیست، تهدید اولش رو داره میگه تا بعد بعدیش رو میگه، به سمتی عالی در منطقه آزاد چهاربهار در شرایطی که حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه و نماینده مجلس و نمایندگان مجلس از این فرد حمایت نکرده و تنها با توصیه برخی از نزدیکانتان کار درستی نبوده است، یا فردی به سمت عالی در منطقه آزاد اروند که فاقد تحصیلات و تخصصی لازم در این حوزه بوده است، تو گویی بقیه افراد همه متخصصند و دارای مدارج و مدارک عالی علمی در رشته هایی که مسئولیت دارند. در بخش دیگر از نامه گفته تعدادی از مسئولان و مدیران دوره گذشته که تخلفات سنگینی در حوزه مدیریت آنها رخ داده صرفا به ملاقات با حضرت عالی و ابراز ارادت به شما و اعلام براءت از مسئولان قبل با تغییر حوزه مجددن به کار گرفته شده. در این میان رئیس مرکز آمار ایران آمارهای ارائه شده از سوی حسن روحانی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و یا آمار دیگر رو مورد تایید مرکز آمار ایران دانست و ادعای محمود احمدی نژاد رو که اینا آمارهای درستی نیست رد کرد. آقای عادل آذر با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد مبنی بر تشکیک در آمارهای ارائه شده از سوی آقای روحانی در گزارش 100 روز بعد از ریاست، آمارهای ارائه شده رو گفته که از سوی مرکز آمار ایران بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی تدوین می شود و به دور از حب و بغض و سلیقه و تمایلات افراد و گروه هاست. ایشان تأکید کرده مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور در تهیه و تولید و انتشار آمارها مسئولیت دارد. به گفته وی آمارهای نظیر سری زمانی نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی سالهای متمادی است که به صورت مستمر از جانب دولت انجام می‌شود. یه خبر خوب دیگه، ایران به عضویت شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی انتخاب شد. یک بار دیگر با جریان سوریه مسئله سلاح‌های شیمیایی مطرح شد که یک رژیم در خاورمیانه چه میزان سلاح کشنده‌ای که نباید ازش استفاده بشه انبار کرده. در 18 کنفرانس سالانه کشورهای عضو مجموعه کشورهایی که مخالف سلاح شیمیایی هستند در لاهه، جمهوری اسلامی با اجماع اعضا برای یک دوره 2 ساله به عضویت شورا انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ایران با انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان گروه آسیا از اردیبهشت 1393 تا اردیبهشت 1395 ما هم عضوی در این شورا خواهیم داشت.
کاظم غریب آبادی سفیر ایران در لاهه و نماینده دائم ایران نزد این سازمان بین‌المللی، عضویت مجدد ایران ایران رو به عنوان یک رکن اجرایی در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با تصویب 190 کشور دستاورد دیپلماتیک مهمی برای جمهوری اسلامی دانسته. در این رأی‌گیری علاوه بر ایران، سه کشور مالزی، پاکستان و قطر نیز از آسیا به عنوان اعضای شورای اجرایی انتخاب شد. شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی متشکل از 41 کشور عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی است و مهمترین بازوی اجرایی این سازمان است که تصمیم گیری های شورا و سازمان رو تنفیذ میکنه. نگاهی بنزیم به سوریه. سوریه با حکایت تلخ و تراژیک. عمران الزعبی وزیر اطلاع نصرانی سوریه با اون ریشه انبوه، ایشون گفته که بشار اسد رئیس جمهوری کنونی دوره انتقالی را هدایت میکنه. یعنی خلاف تمام حرفایی که زده شد، ژنو یک، حرفایی که اپوزیسیون میزنن و آمریکا و اروپایی ها. از عربی گفته اگر کسی بر این باور است که دولت سوریه برای تحویل دادن کلیدهای دمشق به مخالفان در کنفرانس صلح سوریه شرکت میکند، سخت در اشتباه است و دلیلی برای این رفتن وجود ندارد. آقای زعبی میگه اگر بر سر مرحله انتقالی توافقی صورت گیرد، بشار این دوره را هدایت خواهد کرد، البته با دستهای خونین و با حمایت جمهوری اسلامی. زعبی گفته سوریه به طور روزانه در مورد مقدمات برگزاری این نشست با مسکو هماهنگی میکند. این را میگویند سیاست مستقل ملی، این را میگویند انسان تکیه بر خود دارد و از بیگانه آنچه را دارد تمنا نمی کند. پکک دولت ترکیه در روند صلح تعلل دارد. اینو پکک میگه. حزب کارگران انقلابی ترکیه، حزبی که عبدالله اوجلان رهبرش در یک جزیره زندانی است به تنهایی. جمیل بابک سر از سران حزب کارگران کرد ترکیه گفته ترکیه با ادامه روند کنونی گرفتار جنگ خواهد شد. میدونیم که بعد از اون تفاوقی که با اوجلان شد، شماری از پیشمرگه های حزب سلاح‌های خود رو تحویل داد. عده‌ایشون به عراق بازگشتند که وارد ترکیه شده بود. بابک با تاکید بر اینکه در صورت ادامه وضع فعلی درگیری‌های مسلحانه دوباره آغاز خواهد شد، دولت ترکیه هشدار داد. گفته مذاکرات صلح در مذاکرات صلح مذاکرات دو سوی است، در واقع تانگو دو طرف داره. ما نمیتوانیم آنچه را که ترکیه میخواد انجام بدیم بدون اینکه ترکا به التزامات و تعهدات خودشون پایبند نباشند. بابک گفت بهبود شرایط نگهداری عبدالله اوجلان در زندان، ادامه مذاکرات در چارچوب قانونی و تعیین طرفی ثالث برای نظارت بر اجرای سه شرط پکک برای ادامه موفقیت آمیز مذاکرات صلح یک ضرورت است. روند مذاکرات صلح بین دولت آنکارا و اوجلان چندی است آغاز شد و هر از گاه یکی از طرفین دیگری رو به اخلال در امر صلح متهم می‌کند. آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیمان آتلانتیک شمالی را متهم به دخالت در امور داخلی اوکراین کرد. اوضاع اوکراین رو که می‌بینید، ملتی به پا خواسته می‌گوید می‌خواهیم بخشی از اروپا باشیم، می‌خواهیم پیمان شراکت با اروپا رو امضا کنیم. ولی رئیس جمهوری اوکراین وعده‌هایی به روس‌ها داده. اوکراین برای روس‌ها خیلی مهمه، ساحلش و حضور نظامی روسیه. آقای لاورو با اشاره به بیانیه ناتو درباره ناآرامی‌های کیف این سازمان رو متهم به دخالت در امور این کشور کرد. لاوروف در بروکسل سخن میگفت، گفت نمیدانم ناتو چه حقی دارد بیانیه‌ای درباره اوکراین بدهد. من حتی نمیفهمم چرا باید راسموسن دبیر کل ناتو به سوالی درباره احتمال نظامی
مداخله نظامی روسیه به اوکراین جواب بده. اصلا چرا باید چنین سوالای مطرح شود؟ نیست روسیه در ذهنش چنین خیالی رو نداره؟ لاوروف در ادامه گفت چنین اظهاراتی چهره مخدوش ایجاد میکند و سیگنال های غلطی میفرستد که میتواند منجر به فهم نادرست شود. من فیلم تظاهرات اوکراین رو که میدیدم بعد از اون انقلاب نارنجی که منجر به کنار زدن کمونیست ها و وابستگان اتحاد شوروی بود، آرزوی زیادی داشتم که اوکراین تغییر بکنه. خانم تیموشنکو که نخست وزیر شد، تصور من این بود که ما با یک اوکراین مدرن و انسان‌های با اندیشه مدرن روبرو هستیم. بعد او رو متهم کردن به سوء استفاده مالی کلان و به زندانش انداختن. بسیاری از طرفداران او در میدان حاضر هستند. وزیر خارجه روسیه در این حال گفت با توافق ژنو دیگه این سپر موشکی اروپا فایده نداره. آقای لاوروف میگه در سایه توافق اتمی با ایران، استقرار سامانه ضد موشک ناتو در خاک اروپا دیگر موضوعیتی نداره. از اولم پیدا بود این سامانه ها متوجه روسیه است نه ایران، چون ایران نمیتونست تهدیدی برای اونا به شمار بره. گفت که باید بر سر این موضوع به زودی صحبت بشه و توافق بشه و این سامانه ها برچیده بشه. سرگی لاوروف که خودش ساعتها برای رسیدن به یک توافق در ژنو چانه میزد و مذاکره میکرد، گاه به نفع جمهوری اسلامی و گاه به نفع اون برداشت جهانی از برنامه اتمی ایران، گفت که اگر مفاد توافق نامه ژنو به طور کامل اجرا شود، دیگر دلیلی برای وجود سامانه ها نخواهد بود. آقای لاوروف که رفته به بروکسل برای شرکت در نشست وزیران خارجه روسیه و ناتو، زیر لب زمزمه هایی به انتقاد از بعضی از کشورهای عضو ناتو کرد، ولی اسمی از دوست جدید روسیه ایالات متحده به میان نیاورد. تایلند هم که بدونین چه خبر بود، شلوغی و ریختن جلو پارلمان و برق و قطع کردن و حمله به پست‌های دولتی، ولی آرامش نسبی به تایلند بازگشت. چرا؟ تولد پادشاه است. خبرگزاری آلمان گفته در آستانه 86مین سال روز تولد پادشاه این کشور، مخالفان گفتند که دست از مخالفت برمی‌دارند. پادشاه تایلند یک جایگاه ویژه‌ای داره، چیزی شبیه به امپراتور ژاپن، به خصوص یک کمی که عقب‌تر می‌ریم. چندین کودتا در سال‌های اخیر در تایلند صورت گرفت، اما به جایگاه پادشاهی لطمه‌ای وارد نشد، چرا که پادشاه هم در امور دولتی دخالتی نمی کند. اعتراض تایلندی ها که از 24 نوامبر آغاز شد در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، ولی همینطوری به مرور به خشونت کشیده شد. معترضان خواستار برکناری دولت بودند و سعی کردند به مقر پلیس، کلانتری ها، ساختمان نخست وزیری و دیگر ساختمان های دولتی حمله کنند، اما با ماشینا پاش و گاز اشکاور جلوی اونها گرفته شد. اکاش همیشه درگیری ها با ماشینا پاش و گاز اشکاور باشه، نه با گلوله قلب ندا آقا سلطان نشانه بره یا جوانان ما کف خیابان زیر اتومبیل به عمد و توسط ماموران امنیتی رژیم. و سرانجام میرسیم به آقای خسروجردی نیست، خبرای ورزشی اینجا براتون بگه، من میگم. میرسیم به قرعه کشی فوتبال نهایی بازی های جام جهانی 2014 در برزیل. قرار فردا با حضور مدیران فیفا، مدیران تیم های صعود کرده به رقابت ها، مسئولان دولتی برزیل و چهره های سرشناس فوتبال جهان در بازی های برزیل برگزار بشه. در این قرعه کشی 32 تیم راه یافته به جام جهانی در 8 گروه 4 تیمی قرار خواهند گرفت. خدا به ما کمک بکنه اقلا ما جایگاهمون یه جا باشه که از این یکی دوتا تیم اول بتونیم عبور کنیم. یک بارم شده ما در یک هشتم اقلا وارد بشیم، یه جاهایی بریم. یادم از اون اولین باری که ما در جام جهانی حاضر شدیم، همه ما تا بامدادان بیدار می نشستیم.
فصل بیداری دوباره به زودی فرا خواهد رسید. درود به بچه های تیم ملی، به سرپرست تیم ملی و همه اونهایی که برای اعتلاء نام ایران تلاش میکنند. تا فردا همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم.